جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین در حال برگزاری است. همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد اسرائیل ممکن است مکرراً قوانین جنگ در غزه را نقض کرده و بین غیر نظامیان و جنگجویان در جنگ غزه تفاوت قائل نشده باشد. گزارش گروه تحقیقاتی سازمان ملل ارتش اسرائیل را به نابودی فلسطینیان متهم کرده. همکارم مریم رحمتی از نیویورک همراه ما هست تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. در مورد جلسه امروز میخوام از تو بشنوم و در واقع همزمانیش با انتشار این گزارش تحقیقاتی سازمان ملل. فریسا، همونطور که میدونی 56مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال برگزاری هستش و قرار هست امروز در جلسه‌ای در مورد فلسطین یا سرزمین‌های اشغالی فلسطین گزارش وضعیت حقوق بشر منتشر بشه و مطمئناً اکثر اعضا که در این جلسه سخنرانی خواهند کرد دوباره بر آتش بس در نوار غزه تاکید بکنند. چنانچه که سازمان ملل بارها در ماه‌های گذشته و هفته‌های گذشته تاکید کرده و هشدار داده که از زمان آغاز جنگ وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی مخصوصا در کرانه باختری و نوار غزه به شدت بدتر شده. اما موضوعی که جلسه امروز رو بسیار مهمتر میکنه گزارش جدیدی هست که گروه تحقیقاتی سازمان ملل در مورد جنگ در نوار غزه همزمان با این جلسه منتشر کرده، گزارشی که ارتش اسرائیل و سربازان اسرائیلی رو به نقض قوانین جنگی متهم میکنه. رئیس این گروه تحقیقاتی سازمان ملل که این گزارش رو تهیه کرده در یک جای این گزارش در واقع ادعا میکنه که اسرائیل دست به نابودی فلسطینیان برده. این گزارش گروه تحقیقاتی سازمان ملل درباره 6 حمله اسرائیل هست که موجب تلفات زیاد و تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی شده و بر اساس همین 6 حمله شده. گزارشی که میگه ارتش اسرائیل هیچ تفاوتی میان غیر نظامیان و جنگجویان در جنگ غزه قائل نشده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم گفته که نیروهای اسرائیلی ممکنه که اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حملات رو به طور سیستماتیک در واقع نقض کرده باشن. فولکر تورک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفته که الزامات انتخاب وسایل و روش‌های جنگی که میتونه به حداقل رسوندن آسیب به غیر نظامیان در واقع کمک بکنه به طور مداوم در کمپین‌های بمباران اسرائیل نقض شده. اما نمایندگی دائم اسرائیل در سازمان ملل در ژنو این تحلیل رو از لحاظ واقعی، قانونی و روش شناختی ناقص توصیف کرده و همچنین رد کرده این اتهامات رو. اما ما میدونیم که از زمان آغاز جنگ در 8 ماه گذشته دولت اسرائیل به گروه‌های مختلف سازمان ملل که خواستن در مورد جنگ در نوار غزه و همچنین حملات 7 اکتبر تحقیقات بکنن اجازه ورود و دسترسی رو نداده اسرائیل و همچنین مقامات سازمان ملل امروز در شورای حقوق بشر دوباره تاکید کردند که از اسرائیل می‌خواند که با شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر سازگارهای سازمان ملل همکاری بکنه تا بتونن تحقیقات خودشون رو کامل بکنن. یک موضوع دیگری که میتونه امروز بر روش تاکید بشه موضوع کمک‌های بشردوستانه و دسترسی فلسطینیان در نوار غزه به این کمک‌ها خواهد بود، چنانچه که سازمان ملل بارها هشدار داده که اسرائیل از رسوندن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان در نوار غزه جلوگیری کرده و این یکی از موارد دیگر نقض حقوق بشر خواهد بود که مطمئناً در جلسه امروز بررسی خواهد شد. خیلی ممنونم از توضیحاتت مریم رحمتی، همکارم که از نیویورک همراه ما بودیم.